سلام خدمت همه دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پیپ با مسیح. توی این ویدیو میخوایم در مورد جار کردن یا همون پروسه گذاشتن توتون توی جار با هم صحبت کنیم، ولی انقدر که به نظر گفتنش ساده میاد واقعا شاید ساده نباشه، ولی یکی از قسمت‌های باحال و کلی اطلاعات خوب در این مورد توی اینترنت وجود داره، هم توی یوتیوب، هم تو کانال‌های مختلف، هم توی سایت ها. و چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که مرسی که همراه هستید، لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید. خب در نتیجه یه خرید خیلی خوب که قیمت خیلی خوبی هم داشت، من الان 5 تا آمفورای اوریجینال بلند دارم. رفتم که یک ظرف رو براش تهیه کردم. اما این ظرف چه خواصی داره؟ اول از همه قیمتش 190,000 تومنه. همون جور که شاید دیده باشید من ظرفهای متفاوتی دارم، بعضیشون درشون پیچ میشه، بعضی مثل همینن، بعضی وقتا از قوطی های با کیفیتی که واقعا پلم خوبی دارن مثل قوطی های راینر شماره 51 استفاده میکنم. برچسب قیمت رو کندم دیگه، قیمت نیست روش، ولی خوبیش اینه که این لاستیک اینجا تلاش میکنه و تا حدی موفقه که جلوی خروج رطوبت و ورود هر چیز اضافه و بیکیفیت و بیفایده ای رو بگیره، مثل آلودگی ها و چیزهای دیگه. یکی از تجربه خوب من از این جار که این کوچیکشه این بزرگشه، از نظر ارتفاع فقط فرق میکنن، این بود که توتون اسکاتیش بلند رابرت مک‌کانل رو من ریختم تو این و فرصت دادم که ببینم آیا رطوبتش توی این ظرف رطوبتش توی این ظرف خوب حفظ میشه، پلمش خوبه یا نه، و خب دیدم که اتفاق افتاد. اما واقعا ما چرا توتون رو به جار منتقل میکنیم؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که بسته‌بندی خود توتون به اندازه کافی برای نگهداری بعد از باز شدن کافی نباشه. یعنی اینکه من اگر از این قوطی بوتیک بلند بخوام استفاده کنم، چون دیگه حالت پلم اولیه رو نداره، همین الان مشخصا هوا نفوذ میکنه، هر چقدر من اینو بپیچونم باز اون اتفاق میفته. موضوع دیگه اینه که خب دسترس پذیریش برام راحت تره. خب من مجبورم اینا رو به این صورت نگه دارم و خیلی سخته، اما اگه همش رو توی یک ظرف گذاشته باشم و یک جای مشخصی کنار بقیه تنباکوهای من و توتونهای من، خیلی راحت تر دسترس پذیریش برای من بهتر میشه. یکی از نکات دیگه ای که توی حالا کانال های یوتیوب و ویدیوهای یوتیوب دیدم این بود که یکی از دوستانی که آمریکایی هست و یک سلر یا یک مجموعه توتون زیادی داره، همشونو جار نمیکنه. اونهایی رو جار میکنه که بازشون کرده و اونهایی که بازشون نکرده رو یه دستگاه وکیوم گرفته با پلاستیک وکیوم میکنه. یعنی قوطیه، مثلا همین قوطی رو میذاره تو اون پلاستیکه، دستگاه وکیوم داره، هوا رو میکشه، بعد با حرارت درش رو پلم میکنه و در واقع زیر تخت خودش و بخشی از کمد خودش پر بود از این بسته های وکیوم شده که توش پر از توتون های مختلفه. فکر میکنم حالا خود پلومی که روی قوطی های فلزی هست یا بسته بندی های به این شکل هست، اینها هم یک عمری داره. کسی که شاید از من قدیمی تر باشه احتمالا اینا رو بهتر میدونه و حتما دلیلی داره که ایشون این کار کرده. اما زمانی که میخواست جار کنه، توی جارهای مختلف یا توی ظرفهای شیشه مختلف قرار میدن، ظرفهایی که همین پلم، حالت پلم بودن یا جلوگیری از ورود و خروج هوا رو داشته باشن. مهمترین قسمت اینه که آرومای توتون و رطوبت توتون از بین نره و آلودگی یا تحت تاثیر محیط کنار بقیه توتونهای دیگه قرار گرفتن باعث نشه چیزی واردش بشه و عطر و طعم و کیفیتش رو تغییر بده. یکی از چیزهایی که من دوست داشتم وجود می داشت
ظرف هایی بود که در واقع رنگش شیشه نبود، چون نور برای توتون و تنباکو فکر نمی کنم اثر خوبی داشته باشه. حتی نورهایی که توی خونه ما استفاده می کنیم، نورهای لامپای مهتابی، لامپای کم مصرف یا حتی لامپای رشته‌ای، نور خورشید، نور محیط از بیرون. خب برابر این من دیدم که مثلا یک ظرفی بود توی یکی از این جایی که بیرون سرکه و ترشی و این چیزا میفروشن، یک ظرفی داشت شیشه‌ای و در این بسته میشد، پلم خوبی داشت و شیشه ضخیم مشکی بود و توی اون آب لیمو نگه داشته بود و زمانی که مثلا من میرم زیتون پرورده و این چیزا میگیرم، اگه آب لیمویی میخوام که مثلا دوست دارم تازه باشه ولی فصل لیمو نیست، از ایشون تهیه میکنم. و خب خود این ظرفی که توش قرار میده به من گفته بود که خیلی تأثیر مثبتی داره. خب بریم برای جار کردن این ظرف. حالا هرچند برچسبش روش بود اما شسته شده و خشک شده هست. من دونه دونه این توتون ها رو باز میکنم و داخل این ظرف در واقع خالی میکنم. فکر میکنم یکی از نکاتی که ما باید حواسمون باشه اینه که توتونی که داریم جار میکنیم، اگه مثلا مثل الان من 5 تا بسته رو داریم با هم دیگه جار میکنیم، باید حواسمون باشه که در واقع توتون ها همشون سالم باشن. مثلا یکیشون اگه کپک زدگی داشته باشه، خب باعث میشه که این کپک زدگیه به بقیه هم منتقل بشه و این خیلی خطرناکه. خب بس بهتره همون یه دونه که کپک داره رو ما با بقیه قاطی نکنیم. من دارم دونه رو خالی میکنم، توضیحاتم خدمتون میگم. خب این از اولیش. من دیدم خیلی از بچه ها روی جارها برچسب میزنن، حتما ما از شاید تماشا کردن ویدیوهای دیگه یاد گرفته باشیم، یا مثلا این کاغذش رو داخلش میذارن که مشخص باشه از چه برند و چه بلندی هست. نظرم کار خیلی جالب و جذابیه، خیلی فانه، خیلی حس خوبی میده برای شخص من که خیلی جذابه. خب این از توتون دوم. تقریبا 5 تا بسته 42 ممیزه 0.5 گرمی رو هم تقریبا میشه یه چیزی مثلا دور و بر 200 گرم یه ذره بیشتر، که خب من اون قبلی رو که گرفته بودم یه 100 گرمی توش خالی کردم، پس حالا که رفتم برای اینها ظرف بگیرم، یه ظرف در واقع بزرگتر تهیه کردم. نکته که هست اینه که مراقب باشیم حتما وقتی که میگیریم ظرف رو بشوریمش، چون برای این از بیرون داره میاد دیگه، داخلش کاملا خشک بشه و رطوبت کامل بره. حتما دربش یه حالت پلاستیکی مانند برای جلوگیری از نشتی دادن داشته باشه و خب این خودش خیلی مهمه. کم کم دیگه داره پر میشه ولی هنوز دو بسته مونده. یه ذره شاید مجبور شم یه فشار کوچولویی بهش بدم. ببخشید دوربین من جای شاید مناسبی نیست که شما ببینید من دارم چی کار میکنم، ولی تا الان با یه فشار کوچیک رسیدیم به انقدر. دو تا دیگه مونده که من بازشون کنم و داخل این قرار بدم. توتونای با مثلا پلمپ خوب مثل این که الان توش آمفوراه، یکی دیگه از بلند های آمفوراه، خودش کیفیت خوبی داره، ولی بقیه اینا که درشون روی در روی ظرف قرار داره و میبینید در اومده و روی ظرف قرار گرفته،
مثل اون داخل نمیره و پلم نمیشه، اینا احتمال زیاد یا بعد به همون شیوه دوست عزیزمون وکیومشون کنیم، ولی اگه میخوایم استفاده کنیم حتما باید جار کنیم. یعنی همین الان مشخصه که من باید پاشم برم یه دونه واسه بوتیک بلند جار بگیرم، یه دونه واسه ارین مور بگیرم، یه دونه واسه اسکیف میکسچر. بسیار عالی. یه بسته دیگه مونده که اینم دیگه الان اینجا قرار میدم و این آخریشه. ببخشید یه مقداری نور مشکل داره، اونم به خاطر اینکه الان آخر هفته است و من رینگ لایت هم چهارشنبه شب اگه اشتباه نکنم به مشکل خورد و رینگ لایت معمولی بود، یه رینگ لایت مثلا 45 تومانی، ولی خب همون یه بخشی از نور محیطی که من میخواستم رو داشت تعمیم میکرد و حالا دیگه ندارمش، باید دارم یه دونه بگیرم. خب من دوست دارم این طرح رو بچسبونم روی اینجا و شما میبینید جار شده، انجام شد، یا مثلا بچسبونمش اینجا. برای همین یه دونه قیچی با خودم آوردم برای اینکه قیچیش کنم و جداش کنم، از این حالت درش بیارم که بتونم کاغذش رو اونجا بچسبونم و امیدوارم که شرایط با من یار باشه. خطا هم بکنم، 4 تا بسته دیگه دارم واسه امتحان کردن و میتونم از اونا استفاده کنم. خیلی خوب، پلاستیکش که خیلی راحت داره باز میشه همونطور که میبینید و این کاغذ که الان اومد بیرون، من فقط لازم دارم که مثلا یه قسمتی از این رو ببرم و چسب کنم. چسب رو هم کنار خودم الان گذاشتم. چون توتونی که الان همونطور که میدونید شاید تو ویدیوها دیده باشید، من اورجینال بلند رو دوست دارم، اورجینال بلند آمفورا رو دوست دارم و ترکیبش برام لذت بخشه. باید یه کوچولو مثلا اینو یه ذره تریم کنم، یه ذره گوشه هاشو صاف کنم دیگه، الان چیزی هست که من میخواستم. خب از این چسبای خفن تورک فیکس اگه اسمشو اشتباه نگم و بریم برای چسبکاری. و دیگه اینم بچسبونیم و دیگه کارمون برای این قسمت میتونه تموم بشه. برای اینکه من رو کمد قرار میدم و این دور نیفته ازم و این دسته ها رو میذارم به سمت بیرون، پس من اینو این طرف چسب میکنم، یه مقداری تکونش میدم که چسب پخش بشه، ولی بعد بلا فاصله یه کوچولو دیگه چسب میخوادیم. گوشش جا موند. بسیار خب، اینم اون جاری که به قولی من میخواستم اتفاق بیفته. خیلی چیز فانتزی و چیزی نشده، ولی کار منو راه میندازه اون ظاهری که میخوام و همینطور هدفی که داشتم از جار کردم. ممکنه شما هدفهای دیگه ای داشته باشید، جار کردم توی ظرفهای مثلا فلزی که من دارم میبینم باز به همین ترتیب قفل دارم و ظرفهای دیگه که حتی چوبی هستن یا شیشه هستن ولی شکل متفاوتی دارن، مثلا متال توبکو جار گرین، متال توبکو جار فلان، چوبی هاشون، همه اینا میتونه باعث این بشه که یه پریزنتشن خیلی خوب باشه. مثلا یه ظرف در واقع چوبی هست که خیلی اینا شیک و جالبن، 64 یورو قیمتش، 69 یورو قیمتش، ولی خب پریزنتشن خیلی خوبی داره. من زیاد تو این چیزا نیستم، ولی شاید شما دوست داشته باشید، قطعا حق دارید که دوست داشته باشید و این باعث میشه که
خب اون در واقع جایی که دارید واسه خودتون میچینید، اون محفلی که دارید برای خودتون، به قولی قار مردانه‌ای که دارید برای خودتون درست میکنید، حالا اگر آقا باشید یا اگرم خانم باشید، یه محیطی که دارید برای خودتون درست میکنید، خیلی 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 استایل مورد نظر خودتون و محبوب خودتون رو داشته باشه. من برای اینکه بتونم این جار رو توی طبقه کتاب خونم قرار بدم، چند تا از این کتاب همون باید بردارم و اینو قرار بدم و خب الان این در واقع اون چیزی شد که من میخواستم. شاید یه ذره میشد برش کاغذش رو بهتر کرد، ولی همینطور که میبینید کتاب هم ببینید، آینه سخنوریه، نوشته محمد علی فروغیه که از کتابای قدیمی که من دارم. نمیخوام کتاب چیز کنم، ولی این کتاب چاپ 1344 در موضوع آینه سخنوری که از کتابای باحال و در واقع قدیمی که شانس آوردم تونستم پیداش کنم. الان فقط میخواستم این کیپ نشه و راحت باشه. اینا ویدیو به همینجا به اتمام میرسه. امیدوارم شما هم تجربه خوبی از جار کردن و خرید جار و خرید توتون داشته باشید. حتما توصیه میکنم محیط اطرافتون رو، حتی این جارها رو جزی از محیط اطرافتون ببینید و به زیباییش قطعا فکر بکنید. همین الان این جارهای من این وره 4 تا بالا 4 تا پایین و این قوطی ها هم روی جارها قرار گرفته و کتاب ها هم نصفه این وره، اگر بتونم نشونتون بدم که شما هم در واقع ببینید چه شکلی منظور من. چقدر نور بده، ولی این شکلیه. خب و خود این باعث میشه که محیط اونطوری باشه که بهش علاقه دارم و این حس آرامشی که میخوام از این پشت میز نشستن، ویدیو نگاه کردن، ویدیو ضبط کردن و اسمو کردن داشته باشم. مرسی که تا اینجا همراه بودید. خبرهای خوبتون رو منتظرم بشنوم، کامنتاتون رو بخونم، بگید که رفتید جار کردید، تهیه کردید، خریدای خوب کردید، از توتون خاصی دارید لذت میبرید. و اینکه همیشه یه خبر خوب اینه که بدونم دوستای عزیزم وقتی دارن ویدیوهای من نگاه میکنن، دارن اسموک میکنن و دارن ازش لذت میبرن. مرسی که همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.